به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، امروز یک نامه یا یک صحبت داریم با یک زن زندانی که در زندان نارک حکم ادای جزایش را ادا نموده بود و هم صحبت با اصلاح شد و وضعیت و حالت زندان زنانه نارک را برایتان بازگو می نماییم و امیدواریم که آن از فایده خالی نیست. با عنوان برنامه را گذاشتیم حکایت جانگدازی زنی که چند سال عمرش را در زندان نارک گذرانیده است. وضع و شرایط زنان زندانی در نارک با هم فرق دارد، با خود هر کدام آنها وابسته است. اگر زن خصلت خوب و حمیده، طبیعت آرام و زبان خوش داشته باشد، در هر کجا در زندان نیز حساب خود را می‌یابد. در این زندان بیش از 350 زن دوره محرومیت خود را سپری می‌کند. گاهان نزدیک به 400 زن نگاه داشته می‌شود. در زندان برای ایده از زنها جای کار وجود دارد و آنها با کار تامین کرده می‌شوند. خورد و خوراک هم می دهند، اما اساساً از خانه تأمین می شوند. ولی خوب دیگر زندان زندان است، آسایشگاه نیست. شرط و شرایط خود را دارد، آنجا همه کار و همه چیز رژیم است. همه چیز بر پایه گرافیک اجرا می گردد. اگر خطا کردید قاعده را ویران نمودید جزا می دهند. در غیر صورت طبق قاعده محبس و گفته سراک متت می کنید. در زندان برای زنها مسجد عمل میکند، زنهای آبیده نمازشان را ادا میکنند. اما اینکه برخی از کارمندان محبس با زنها، مخصوصا زنهای زیبا، نگاه دیگر دارند را نمیتوان پنهان کرد. حالتهای هم شده است و میشود که زنها را تجاوز میکنند. این گونه مردها هستند در زندان، ولی من با چشمان خودم ندیدم و نمیخواهم دروغ گویم. اگرچه زیاد میشنویدیم که فلان افیسر برای آنکه کار فلانی را بود کرده است، با وای هم بیشتر شده است، و یا اینکه در بیرون پدر و مادر و یا برادرش به آن افیسر پول داده است و یا یگان چیزی دیگر. این کارها حتما در زندان زنانه جای دارند. در زندان زنانه بیش از همه با ماده های 247، 244 یعنی قلابی و دزدی و 200 قاچاق مواد مخدر محبوس شدند. ماده های 307، 401 پاپولار نیز خیلی بسیارند. با ماده های 307 و 401 ها هر هفته از خانه هایشان خورد و خوراک را خیلی خوب می رسانند. مناسبت زن های دیگر با آنها نیز خوب است. حرمت و عزت می کردند، اما زندانبان ها آنها را نقض نمی بینند. ماده های 247 و 244 ها را کار می فرستادند، کار می کردند، خواه کلان سال باشند، خواه دختر جوان، سنگ کشی، آرد فراری می کردند، پرادوکت می آمد، آن را می فراوردند. ماده های 307 و 401 ها کار نمی رفتند، می شیشتند، پرگولک می کردند، کتاب می خوانند، نماز و قرآن می خوانند یا صحبت کردن می شیشتند. سردار اداره زندانی زنانه نارک، علی ماوا رابیه، از ناحیه مسچا است. یک زنی فربه تن و توشدار، میار 43-45 ساله است. 363 نفر بودیم. در عفو اخیر 63 کس جواب شد. ماده های 307 و 401 عفو نشدند. 6 نفر برای لایک و یک زن بود که در خانهش قرآن میخوانده است و نیز با زنهای دیگر تعلیم داده بوده است. وقت زنها به خانهش برای درسگیری میآیند، او را کارمندان امنیت بازداشت میکنند. آن زن را سود کرده یک سال دادند، اما وی عرض و شکایت و دعوا راه انداخت، دکزت کرد که وی حزبی نبود، یعنی نهضتی نبود. هیچ شریکی نداشت با حزب نهضت، فقط اینکه نمازخوان بود و تمام. معلمه بوده، سطر داشته است، تمام. برای این او را یک سال زندان کردند. همین حادثه چه خیر شد؟ از معلم نگوستدم که وقتی که ما دادو گریف میکریم، ما وقتی که پولا دادم و من زبان خاطر من اول نپرسیدم. من پروست همه آدمی که قطیش سر و کار میکرم که من باید با باور کرم. صاحبی آموزگاری مونده برای سایه سوداگری گذاشتم. وقتی که این سوال گذاشتم، خیلی کارم به حد نقص بود.
یگون کام بودی نداشتم. خب همین یک همسایه کتی کم تروای کریم که خیم دو گرفتم و موبایم با چی شد؟ با همون زبان خطوی من نپرستم. با وی اومده سری من با کم تروای کرد. ما تو حد خونه فروخته وی بودم. من امضا من نگرفتم همون زبان خطوی. من ارو یک زبان خطی که هست. همون دیل ایمان با. مبلغ خرز گرفته برای تجارت. برای تجارت. تجارت که شما دیگه مفلس شدیم. درست؟ نه اکو مفلس هم نشدم. من کارم میشد. وای پروسه طلب کرد که من جمعه که فویس هم میدادم هم خونه فروخته دادم. وقتی که من خونه چه خونه فروخته شدیم؟ اخی من پولنی پولا رشد کنم فتن که همیخی طلب کرد که فروخته دادم برگردم. وقتی که من مثلا پولا برگردوندم با همون زبان خطه من اوائی نپرسیدم. 23,000 با الویده. اپسی 37,000. 37,000 دلار. دلار. حوز من برای همون اسپوتی زبان ختم عریضه نویستگیم اگر یکی حال شود اگر چقدر مبلغ موندگی از خرج شما؟ حاضر همون 37 همون 37 هم خیلی استود از محبس جوابش دادند. او را در سیزا 10 ماه من نمودند. سخت زیغ کردند. آن زن در سیزا بیماری دیقی نفس شد، یعنی اسما. آن زن یک فرزند داشت، از شوهرش جدا شده بود. یک پدر مویسفید داشت که دچ کهش میکرد، سر و لباس و خوراکه میاورد. در سیزا روی مالش را از زیر منه یا زنخدانش میبست که مردهای سیزا هر گونه مذاق و تحقیرش میکردند. مجبور میشد روی مالش را میکشد. در داخل زندان سطر و حجاب تماما منع است. سرت را نمی تراشند، ولی قاعده محبس برای همه حتمی است که باید سر و لباس یگانه سیاه باشد. بیرکت چسبندگی، ستیت نویشتگی، نام و فامیلیت نویشتگی، مهلت زندانت هم نویشتگی است. تابستان روی مال سفید، زمستان سیاه است. زندان توسط بخاری های برقی گرم می شود، اما سرتر بود برای من. زمستان و بهار ساعت 6 برمیخیزی، بیرون میبرای خنک، گیمناستیک میکنی، کار میکنی، اطریات نمیداروی. برای آنکه اطریات را میروبند، فرشش را تمیز میکنند. اگر در دوزندگی کار کنی پول میدهند، 100 سومونی، در دیگر کارها نیست پول. 3 دسته بودیم، در هر دسته 70-80 نفری، یکم، دویم و سیم دسته. شلاق و زدن در زندان وجود دارد. سرداران دسته اگر کار و دستورش را اجرا نکنی میزنند، بی‌رحمانه. شخصا من را زدگیم. در آورده در کابینت زدن، با دوبینکه زدن، طرز زدن که یگان جایم کبود و سیاه نشد. در پایم و در پشتم زدن، با کابینتش در آورد، هر جایم را قپیدنی میشد. پیشم پیشبرم را یا میخواست بوسه کند. در پیش همه شرمنده نشوم گفته، آهسته از کابینتش میبارآمدم و میرفتم. باز فریاد میکرد، اگر نمیرفتی باز خودش در آمده میومد و در پیش همه داد میزد که من تو را 10 بار فریاد کردم نیومدی. بعد میخیستی و میرفتی کابینتش، بعد با دوبینکه بارانت میکرد. سردار دستهمون مردک بود. آنجا هستند زنها که سردار دستند. مردها نیز هستند، کار میکنند در آنجا. در راهبریت نظر به زنها مردها بسیارند، برای آنکه آنجا هر نمود زن وجود دارد. در دو اطریت دو کسلی روحی داشتیم. زنها نه همه وقت راهبران زن را اعتبار داده گوش میکنند. خولیگان که ها زیادند. گناه من این بود که آوازم را بلند کردم. با یک دختر جنجال شدم، رزبر کردیم و با وای با آوازی بلند گپ زدم. هر دویمون را کابینه در آورده گفت که خودش عصبم ویران بود، با جنجالتون بدتر کرده و سپس هر دویمون را زد. تجاوز در زندان وجود دارد. با من هم چند مراتبه پیشنهاد کردند، ولی آخر من شوهردار بودم و این حالتها را می دیدم و دیگر نمی دونستم یعنی چی حالت است اینجا. سردار دسته الهام بابایف 40 ساله میگوید تو خوشروی، بیا با من همین کار را کن. من در اینجا چیزی که به تو میفرد دبرو میدهم. هیچ کس به تو لیش نگف زده نمیتواند، لذت کردن نمیتواند. و همین خیل گپ ها وجود داشت. زنهای هستند که راضی میشوند این کارها را انجام دهند. در روز هم میشود، در شب هم این کارها انجام مییابند. افیسر به سر آن زن یگان کارمند زن را روان میکند. این میرود به نوبتدار میگوید که فلان زن را دعوت کن، کارش دارم. خلاص وقتی افیسر زن سراغ میکند، گویا کسی چیزی پای نمیبرد. همان افیسر زن را میبرد نزدی آن مرد. آن طرفش از آن زن و افیسر وابسته است که چیکار میکند. رئیس محبس انسان خوب است. اگر این کارها را فهمد، آن افیسر را ریسک از کار خالی میکند. تقریبا 10-15 نفر رئیسان دسته ها به این کار مشغولند. یوسف که بعدن پریود شد، فیزدین، فیرداوس، غنیف، فروخ که اوپر زندان است. فروخ را اوپر سوپر میگفتند.
از وای همه اش می لرزید. یکان دختر را دعوت می کرد، گپای خوبش می زد و می گفت که تو بوزی من شو. در درون زنها چیکار می کنند، کی تلفن دارد، کدامش پیش کدام افیسر می رود، کدامش با کدام افیسر زیاد گپ می زند، بیا با من بگو. ما با تو کار می کنم که تو را دستگیری می کنند، تو را بر وقت‌تر از اینجا می برارم. با انا همین گونه وعده و فریب ها بدام افراندنی می شود. لبشه در گوش هایشان می اوخت و به خودش جلب می کرد. دیگر اون طرفش برایتان باید معلوم باشد. مرا نمی گذاشتند که با محکوم شده هایی با ماده 307 و 401 ها زیاد رفت و آمد کنیم و نزدیک شویم. در اینجا کاری ممنوع این یک بیزنس و وسیله بالای محبوس فشار آوردن است. برای مثال ما تلاش میکردیم که با محکوم شده های با ماده 307 ها در پیش چشم اینها کمتر صحبت کنیم، ولی باز هم حالت های میشدند که آنها میدیدند که صحبت کردیم. انا وقت دیدند که صحبت کردی با زن های با ماده 307 تمام، حتما پول میگرفتند تا که از جزا خلاص شویم. در آنجا هم زنها را با حزبی و حیاتی جدا میکنند، اما بسیاری این زنها از پشت کتابخانی، نمازخانی و درسدهی و قرآنخانی زندانی شده گیند. شما در فضل تندرستی مرکز به کار میکردن؟ مرکز جمهوری تشخیص طبی سودیده. چه سال اونجا کار کرده؟ 17 سال. چون قرض به خاطر چی گرفتی؟ به خاطر تجارت داشتم. بر برابری که من کارگری دولت بودم، 1200 سومون که من معاش میگرفتم برای 4 فرزند جوابگو نبود. من مجبور شدم مجبور شدم تجارت کرشم. چی تجارت کردی معاشو میشوند؟ از دولت ترکیه، از شهر استانبول، لوازیموتی پستلی بیلیو، لوازیموتی خونگی. پوپشی زنونا شرط نمو. خود میواری؟ ها، ما خود میواری. کجا ساوده میواری؟ از خونه تقسیم اونقدر یکون بور نمیده. اونقدر که این پولینا و کمتر پولینا محکم کنیم و کمتر از براش یک چیمون دوبای یا بر طرف کده با بلوی پول با مونده با بور میواردیم. خرجت نیپیشون؟ وقت آخر نشد چون که پول علاقه پولی ما اصلا خود دلار بورس بالانش از همین سوزار دیدم؟ دا جواب نتونستیم جوابو شاید بعضی شهران مبلغ تن پرداخت نکردن هم این سبب هم شد قرض گرفتن و جواب دادن نتونستن نه بور مونا برگردوندن نه پول مونا برگردوندن توانستن اما چون که از ادامو علاقه قرض کدگیم فویز قطی نشد پول مون استا استا همون فویز کلون کلون شده از فرزنده چه دو مو کو زنده بگوریم دایت شما قرض از کی گرفتی؟ خیش تبرتم دیو از لمبر. در سیزای خوجند همه مردها هستند، زنها کمند. زنها را اینجا برای دوره تفتیشات نگاه می دارند. کمره‌های آنها علاحیده است. در سیزا پیشتر موردهای تجاوز جای داشته است، حالا تقریبا که نیست، یعنی ما نمی دیدیم، یعنی بیشتر این چیزها را شکل بود که نمی دیدیم. وقتی پرگول کمی براوردن، اگر یکان دختر با یکان افیسیر معقول می شد، فریاد می کرد که دختر فریاد دارد، بهانه. آن دختر را می براوردن، دویم آشیانه، پیش همان دختر خانه می تون کد، در جایی که کمیره نیست، می رفت نزد دختر و هر گپ زده هر جای دختر را می خپد. شخصا من با چشمان خودم دیدگیم که همین کار را کرد. بعد در را زده گفتم که تو چیکار کرده استوده ای؟ من حاضر می برایم و با سردار تو می گویم که تو را بگیرد و دفع کند. تو خودت زن نداری، مادر نداری. آخر با همون افیسر جنگ کردم، او مرا حقارت های بزیب کرد و مرا نه و دیگر کس را خپیده بود. وقتی می گفتیم که ما را دختر بر یا خود دختر فریاد می کرد، ما را دو نفری می براوردن تا که همین خیل تهمت و گپ و کلاچه نبراید. همان روزی که به این حادثه شاهد شدم، آن دختر را خودش را براورد. من گفتم که بیا من هم روم. گفت که نه، خودش را فریاد دارد، شما نبراید. در آنجا زنهای 70-85 ساله هم در زندان با ما بودند، با ماده 247. شما کس خبرگیری بده اینجا؟ خول یکم کس هم دیگه نه. چند فرزند داره؟ دو فرزند. فرزند ها کی نگاه میکنه؟ همین دختر چی دادگیم داماد گرام برفت سمای دیکشه که گلچهره گلجهان. گلجهان ابوش جدا شد و ابوچهش جدا میشد می. من ایجان شما تا آزار شده میبروید. گلچهان با ما می ایستد گفته دوماد گرام برفت است بچهان به هم نداد است دوماد سخت خطاگی کرگی من که سری کپیوشون رو نگرفتگی سخت خطاگی کرم که خیر من همین چیزه مثلا برای خودم می گرفتم خفه نمی شدم
یعنی ضرر را برقرار کرده نتوانسته است، برای آنکه شرایطش وزمین بود. زنهای در سیزا بودند، حامله رفتند در زندان تولد کردند. تا 3 سالگی کودک میتواند همراهش باشد. بعد 3 سالگی از حبسخانه میبرارند، سند میکنند، به خویش و تبارش میدهند. 10-12 نفر همین گونه زنهای حامله در زندان بودند. آنها مخصوص خانه دارند با شرایط بهتر، آبریز و دستشو، همه‌اش در داخل، رنگی سکسیه. از مادر بیرون است، حاجتخانه، آشخانه، حمام. آمان مردهایی که عقد نکاح دارند با زنهایی که زنهایشان در زندانند میتوانند با زنهایشان سویدن که در از مدت گیرند تا 3 روز میستند. برای این 300-500 سوم میگیرند. من یکان بار سویدن که نگرفتم با شوهرم، چون راه همون دور بود. زندان نارک برای ملاقاتی در از مدت 5 کامنته دارد و تمام. دچکه بجز از شنبه دیگر روزها اجازت محدودیت ندارد. خوراک زندان گاه ها توشانکه داشت. گراخ را در آب می جوشاندند و می دهند. کپوستا، سبزی، کرتوشکه و پیاز و نخود می انداختند. غولنگ های کرمزدگی را در آب جوشانده می دادند. مجبور بودیم که بخوریم. اگر کسل می شدیم دکترها نگاه نمی کردند. باز دکترها از حساب محکوم شده ها هم بودند. کسل از هوش رفتگی نگاه نمی کنند. فشارش بالا یا برعکس پایین. از جایش زن خسته نمی تواند تا سنچست برود. دکتر را فریاد میکند، میگوید پا دارد، خودش آید. من به فرایم نمیرم اینجا. زوره میکند، نمی آید. در دوره کروناویروس کتابخانه کهنه را جای طبابت کردند. نه تریزه داشت و نه هیچی. کروات هایمون را برداشتیم و خودمون زنها بردیم. تا دویم اتش خودمون کشاله کنان بردیم. خوراکمون را می آوردند در جگه. من کروناویروس شدم، تبم تا 40 بالا شد. می آیند یک تبلت کرد می دهند، پاراسیتامول تمام. دکتر می آمد، از دهن درد درون نمی شد. سازه نمکسه، خوبین می گفت می رفت. یکان دارو می داد و می رفت. محکوم شده ها را سخت غم می دهند. باز اگرژت می کنند که در یکان جا گف زدی شیزات می کنیم. دلایت را سیاه می کنیم. عفو نمی افتی. تو را هوی نمی دهند. سر نمی دهند. آن وقت با دوبینکه شپیدند. از بینیم خون برآمد. چنان گریه کردم که دکترها گفتند کم ترکی دیگر صبر کن می برایی. من بکی درد دلم را می گفتم. عریضه می کردیم اما نمی موندند که پیش شف براریم. عریضه من را برده با دست شف نمی رسانیدند که از گپ و گذار زندان خبردار شود. با تلفن به قپند خواه زمستان خواه تابستان تن یک حالت می کنند. تروسیت را هم می گیرند. خوب لیفچیکت را می گیرند. زجیمی سرت را می گیرند. همه چیزت را می گیرند. می برند در یک کامنته جدا. 6 سحر مترست را می گیرند. 10 بیگاه مترست را می دهند. 4 طرف بتونی نمناک. می خوابانند آنجا و این شیزا است. ولی تلفن را کارگرهای خودشان در آورده می دهند برای آنکه پول کار کنند. اما اگر با تلفن می قپد پول می دهد شیزا نمی شود. ولی اگر نداد شیزا دیگر تورمشیک ها می پرسند که چرا او را شیزا نکرده. نفری که پول داد و خود را خرید می گفت که خطا بوده است. تلفن نیافتیم ایو. $500 $1000 ستفکه شیزا نشدن است. این ملیسه ها بسیار نامردند. یک نفری آنها امید در شستای عدل خوجند کار میکند. دختر را میخپد میگوید که پدر و مادرت یا شوهرت یا خانگی هایت را دعوت کرده میگویم تو فحشه ای. برای آنکه نگویم با من خوب میروی. دختر راضی میشود. بعد هرگاه بخواهد آن دختر را همین گونه شانتاج میکند و استفاده میبرد. این دختر هم در زندان بود. اما این کارا نبود. ولی آن ملیسه او را به همین راه بد کشیده بود. هر زنی که در این زندان است برای چند کتاب باور کنید سرگذشت دارد. برای بینندگان گرامی این صحبت با یک خانم زندانی آزاد شده بود و آنچی خودش به اصلاح گفت و با سوالهای ما پاسخ گفت آن را تقدیمتان نمودیم. امید آن را داریم که وضع زنها و مادران زندانی را بهتر میکنند. فصل تیره ماه کورسید، زمستان هم در راه است و در این سردی ها با آنها توجه بیشتری میکنند. وزیر عدلیه جناب اشوریان مظفر، قربان محمد و سردار سر ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان جناب جنرال منصور عمروف دقت جدی می دهند. اصلاح وضع و حالت زندان زنانه نارک را دنبال می کند و هر مسئول زن آزار آن را رسانه می کند. فعلا آنهای اسمهایشان در این برنامه وجود دارد، حتما آن را به این آبد گیرند. ما باز هم حالت را نظارتی جدی خواهیم داد. البته در مورد
وزیر عدلیه جناب اشوریان مظفر قربان محمد معلومات های جالبی نیز به اصلاح رسیده است. خوب دیگر در مورد منصور عمروف میتوانیم گپ هم نزنیم، چون که آنچنان معلومات ها زیادند که فقط تنها برای ما کار کردن مهم است. اما معلومات برای وزیر عدلیه رسیده واقعا هم خیلی جالب و دیدنی است که در فرصت مناسب حتما آن را تقدیم بینندگان خواهیم کرد. بله بینندگان گرامی، این بود برنامه واقعا هم خیلی دهشت انگیزی زندان زنانه نارک. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.